یه سری وقتا ما از ساعت 4-5 صبح قبل طلوع میریم، یه وقتای مثلا جریان آب ظهر کم میشه، ما باید حتما آب جریان داشته باشه تا بتونیم درست ماهیگیری کنیم، جریان خوب. بعد مثلا میایم ناهارمون رو میخوریم، یه استراحتی هم میکنیم، یه ساعت بعد دوباره برمیم. شب که ماه باشه و جریان آبم خوب باشه، مثلا شبا تا ساعت 10-11 میمونیم، شب برمیگردیم. Khadija Ghodsdi and her mother live in Hengam, a small island off Iran's southern coast. دیگه همه چی ماهیگیری از همون اول از مادر و پدرم یاد گرفتم. دیگه با مادر که دیگه بیشتر میومدم دریا. هر چی که یاد گرفتم یه الگو بوده دیگه از مامان یاد گرفتم. جرأت نمی‌کردیم با پارو خیلی دریایی مثلا خیلی بیایم دریا. هم کنار ساحل همین ماهی های کوچیک میگرفتیم، خوشحال هم بودیم. عاشقشم. آره، ماهیگیری عالیه. Hengam is a tiny speck of land in the Strait of Hormuz. It's home to a mixed race population, descended from the East African, Indian, Arab, and Portuguese people who've passed through over the centuries. Only about 800 families live there now, and fishing is a main source of income. The women of Hengam have been casting their nets for decades. Now, they're trying to become the first women in Iran to get government permits for their profession. این ماهی قرمزا ماهی سرخوه، اون خاکستری یا ماهی شهریه، زردا که خال دارن تک خاله. این قرمزا از خانواده هاموره، بچه هامور، حلم جانی ما بهش میگیم. With rising gas prices, economic inflation, and fewer tourists, it's becoming harder to make ends meet by fishing. The industry is controlled by large, male-dominated companies, and Ghodsdi, along with a small group of other women, is trying to claim her space on the sea. اگه مجوز داشته باشیم هر ماه به ما سهمیه سوخ میدن، همون هم کمک خرجمون میشه، هم اگه مثلا بیمه میتونیم بشیم از طریق همون مجوز، یکم با خیال راحت تر میرم ماهیگیریمو میکنم. خیلی میتونه کمکمون باشه، خیلی خیلی زیاد. سلام علیکم. بشت زنون غیر جمع بکنیم همون سکینه کنبری که دریارت ام هوا مهم نیم بهشون نشتن تو خونه، ولی کارشون راه کفتن دیگه، چون نیازشونیم به نظر می. اگر نیاز شو هستن مثل خمون زحمت چاکشی شارت تک و دو شاکش کارمون ماهیگیریه. الان مثلا غروف ها هست، زمستون ها که مسافر میاد مثلا کار غروفه میکنیم دیگه، گروا کلن ماهیگیری. بگین نگاه کنین نا توی ملاقات حضوری واقعا، یعنی همه نه به دو نفر ما با استاندار بگن اتون تو یا نات جمع بکنی که پیش ناسنامه و کارت ملیون مال خود و مال شوتون ببری همو جا که دیگه آخرین فرصت نالا که به که مجوز ها دن به که مجوز ندن. آرم آرم الان زنگ زنیم همه هنگ کنیم به شورا و دهیارم آرم اخواریم همه با هم بلند بیمتیم رازی نابیم. After months of waiting, Ghodsdi and her aunt Ziba decided to take their case directly to the provincial governor. داریم میریم استانداری برای کار مجوز و مجوز ماهیگیری. داریم همینجوری بدون هماهنگی میریم، حالا که ایشالله که
بتونیم یه سری کارا انجام بدیم. شاید اصلا ما رو راه ندن. ما حداقل خیالمون راحته که تلاشمون رو کردیم برای این کار. The licenses the women of Hingham were promised aren't the same as those given to men. For supposed safety reasons, each license would go to a pair of women, even though many of them have operated boats alone for years. شنبه ملاقات حضوری با استاندار نه؟ آقای راننده؟ قبلا بودین، حالا اگه استانداری داره کنترکی نرفته؟ انشالله. After traveling for hours across two islands, the women were told that the governor wasn't able to meet them. But they were able to talk to his head of public relations. ما از جزیره هنگام اومدیم، ما سه تا خانم جزو خانمان ماهیگیریم. بعد راجب مجوز که خبریشون که صادره بود، راستش آقای استاندار خودش هندن جزیره هنگام به ما قول مجوزی داد. بعد مثلا ولی هی تعلل بود داخل صدور مجوز به ما. مثلا رئیس شیلات قش به ما گفتن که یه مجوز داده به دو نفریتون. مثلا ما که ما خمون قایق ما هر بعد جدا ما هر روز جدا ما خودم مثلا این جدا قایق شد من جدا قایق من بعد یه مجوز هادم مثلا به من و این قایق ای مجوز در ناحیه دست استان این که صادر من تماس نگیرم خدمت تو حالا خود فهم بش ما این بیکرن با یه دو سه نفر از بانوان خدمت هنگام تشریف شوردن اینجا پیگیر اعطای مجوزن یه دو تا نکته مطرح شو کردن این که چرا مجوز الان صادر بودن و تو رسانه ها اعلام تو کردن اعطا نبودن یک نکته هم این که چرا یک مجوز به دو نفر صادر بودن خب باعث ایجاد اختلاف بود مشکل ایجاد بود حالا این مجوزا به مجوزی که برای بانوان هنگام در نظر گرفته بودیم 15 تا مجوز 15 تا برای دو نفر به صورت مشارکتی یعنی این یک از آرزوهای ما هست که برای اولین بار ما بودیم مجوز برای بانوان هنگام ماده دست شما در تا حالا مجوزشو نبودیم درسته؟ نه ما خیلی هم تشکر کنیم ازشان ولی مشکل ما این که مثلا می با یکی دیگه شد نه همین نگرانیشو اینه که تعمیلی باشه شریک شو بعدا در آینده با مشکل بخاره خودشان گروهی تشکیل آدن خودشان بیان دست شما در نکن ممنون ما هستی در خدمت شما سلامت باشه مچکرم خیلی خیلی ببخشید It's been a year since they applied, and the permits still haven't come through. That hasn't stopped Rodzi and the other women from banding together and growing their businesses. بزرگتر رنگ روغنشون تیره تر میشه، جوونتر رنگ روغنشون روشن تر میشه. برای صنایع دستی و کارهای اینجوری که میکنیم، زنان ساحل نشین داریم شرکت تعاونی. یه دونه شرکت تعاونی داریم، یه سری خانومای دیگه که نقش حنا میزنن. ولی برای خانومای ماهیگیری نداشتیم بعد با مامانم و خاله هم و اینا جمع شدیم یه شرکت تعاونی هم ثبت کردیم به اسم زنان ماهیگیر جزیره هنگام آرزوم اینه که حالا تو خود همین هنگام یه جایی رو واسه خودم داشته باشم یه قایق بزرگتر داشته باشم و مثلا خیلی ها دوست دارم بیان ماهیگیری وقتی مجوز داشته باشم اجازه این کارم دارم مامانم که میگه من این همه 30-40 سال ماهیگیری کردم بدون مجوز ندنم اشکالی نداره ولی من تازه اول جوانیمه دوست دارم که مثلا حالا تا 10 سال 20 سال دیگه ماهیگیری کنم چرا یه چیزی که حقمونه نباید بهمون بدن هر جایی میریم تلاشمونو میکنیم حالا چه خودم چه خانومای دیگه بتونیم بگیریم مجوز هیچ وقت دست از تلاش بر نمیداریم تلاشمونو میکنیم همیشه